یه خودم رو باید بیا. بلش کنید این مهمتر بسن تدیم نه یه جورا دوستان خبری پدرش نه یه جورا دیگه خواهش میکنم از پدرش چشم صدای صدای میریش به خدا صداش داری من برم جورا خیلی مهم پدرتون برو جلو حاج آقا برو جلو حاج آقا شد خانم دکتر چشم شما روشن سلام عزیزم چشم شما روشن سلام احوال شما خیلی ممنون از لطف شما خیلی زنده خیلی زنده خدا الحمدلله این ایموشنال مومنت وی هاف دی میجر اف هاوینگ وذ اس دکتر شریف هی واز اجا بیا لغا خبرنگارا عکاسا بیان بیان آقا میخوام اینو بذارم آقا نه آقا یه ابراهیم لوگون از لوگون از میدونم شریف دوستان یه چند دقیقه برای اخبار خبر مهمی کلی مقام زحمت کشید چند دقیقه همین استاده بگم بچه این میکروفونا رو من بیارم جلو که صداتون رو بگیرم شلوغ نشه میدونم به دکتر گفتم صادق آمبیانس بستن نکشون خانواده آقای دکتر سلیمانی و ملت ایران در خصوص تلاش‌ها و پیگیری‌هاتون بفرمایید. بله بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه مردم ایران. روز دانشجو رو تبریک عرض میکنم. بسیار خوشحالیم که در روز دانشجو یکی از بزرگترین اساتید و دانشمندان کشور ما به کشور برگشتند. 14 ماه جناب آقای دکتر سلیمانی استاد ارزنده کشور ما بدون هیچ دلیلی گروگان نیروهای آمریکایی بودند و توسط آمریکایی‌ها در واقع بعد از اینکه به ایشون ویزا دادند و دعوت کردند ایشون رو برای تحقیقات علمی در بالاترین مؤسسه علمی آمریکا، یک استاد دانشگاه با 500 مقاله علمی رو بی دلیل دستگیر کردند. و بسیار امروز برای ما در وزارت امور خارجه روز خوشی است که پایان این 14 ماه سختی بی نهایت برای استاد بزرگ جناب آقای سلیمانی، خانم محترمشون، خانواده محترمشون پایان پیدا کرده و به ایران برگشتن، به آغوش کشور. استادی که بارها بهشون پیشنهاد شده در این دوره که به جای برگشتن به کشور و یا در زندان موندن بپذیرند که اونجا بمونند، و این استاد وطن پرست ما این کار رو انجام ندادن. واقعا من افتخار میکنم که امروز در خدمت این مرد بزرگ هستیم و ایشون به جامعه علمی کشور و به خانواده عزیزشون برگشتن، به سرکار خانم دکتر ربیعی همسر محترمشون که 14 ماه پیگیری کردن، به جامعه دانشگاهی ایران که پیگیر موضوع بودن تبریک عرض میکنم. همینطور تشکر فراوان دارم از شورای عالی امنیت ملی، از قوه محترم قضاییه، از دستگاه‌های امنیتی که تصویب کردن که ما بتوانیم این روز خوب رو داشته باشیم با تبادل یک زندانی آمریکایی که به جرم جاسوسی در ایران زندان بود و بر اساس رأفت اسلامی امروز صبح مورد بخشش قرار گرفت و به آمریکا بازگشت، و در برابرش ما این استاد بزرگوار رو امروز در ایران داریم. یک بار دیگه به همه تبریک میگم، هم روز دانشجو رو، هم این مناسبت بسیار شیرین برای روز دانشجو رو، از آقای دکتر سلیمانی که این 14 ماه رو تحمل کردن و استقامت کردن و نشون دادن که ایرانی یعنی چی، نشون، و فردا هم ایشون اولین مصاحبهشون رو در دانشگاه انجام خواهند داد تا با آمریکایی هایی که گفته بودن ما کاری میکنیم که تو دانشگاه و تحقیق رو فراموش بکنی، نشون بدن که یک دانشمند وطن پرست ایرانی نه کشورش رو فراموش میکنه، نه دانشگاه رو فراموش میکنه، نه تحقیق رو فراموش میکنه، و با علم و فناوری باعث بالندگی هرچه بیشتر این کشور خواهد شد. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر برای این دکتر. کلامتون به دولت آمریکا چی میتونه باشه؟ آیا میتونه جلوی پیشرفت علمی ما رو بگیره؟ آمریکا در طول 40 سال گذشته تلاش کرده که جلوی پیشرفت ایران رو بگیره. فشار حداکثری آمریکا هدفش همین بوده که در ایران جلوی پیشرفت ما رو بگیره. من اونچه که از آقای دکتر شنیدم و انشالله ایشون فردا برای دانشجویانشون و اساتید و شما خواهند گفت، در این 5 ساعتی که افتخار داشتم در خدمت ایشون در هواپیما باشم، این بوده که بیشترین چیزی که این زندانبانان و قضات و دادستانهای آمریکایی رو به ویژه عصبانی می‌کرده، میزان دستاوردهای علمی ایشون بوده. و این نشان دهنده اینه که علم و پیشرفت و فناوری که مردم ما توانستن با اعتماد به نفس به اون دست پیدا بکنن، بزرگترین خار در چشمان کسانی هست که خوبی این مردم رو نخواستن. شما میخواین یه دو کلمه بگین یا فردا میگین؟ شما بفرمایید. میگیره میکروفون رو. بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط میتونم تشکر کنم از زحمت جناب دکتر ظریف.
قوه محترمه قضاییه دولت محترم دفتر مقام معظم اولی که خیلی زحمت کشتن همه واقعا از مردم عزیز از خانواده و همه تشکر میکنم خیلی زحمت کشیدم و انشالله که بتونیم انشالله جبران کنم. من خیلی خسته یعنی خیلی خسته کننده بود و خیلی عذاب آور بود ولی تصمیم گرفته بودم که اصلا واقعا کارو بذارم کنار ولی زحمتی که دارم کشیده شده و به خصوص زحمتی که دانشجوهای کشیدم رو پوش پوشیدم دست من زده بودم جلوی سفارت سوئیس. بخواهم من چجوری میتونم یک کار نکنم وقتی نکنم اینقدر دارم مایه زمان زحمتی کشم. فقط بودم تشکر کنم و اینکه انشالله با کمک هم دیگه بتونیم تیرهایی که تو چشم دشمن میکنیم انشالله بیشتر بشه و واقعا اونجا دیدم که ما خودمون اینجا خیلی بعضی سر دست کم میگیریم میگه مقاله چه ارزشی داره، نمیدونم سایتیشن چه ارزش داره، اچ ایندکس چه ارزشی داره، اینا رو برای ما به غلط دارن انجام میندازن. بعد دیدم که اصلا وقتی که اون وکیل من تو دادگاه داره اینا رو میگه اینا اینقدر قرمز شده بودن و اینقدر رنگش رفته بود که اینقدر عصبانی شده بودن که من دیدم که این خیلی بیشتر از بقیه چیزایی که ما مطرح میکنیم مثل که اینا رو عصبانی کرد و حسادت اینا و عصبانیت اینا رو برانگیخته و شاید علت اصلی دشمنیشون آتیست دانشمندای ما فقط من هم که نبودم، الان هستن تعداد دیگه هم از دانشمندان عزیزمون هستن که اونجا درگیرن و یه سرشون هم الحمدلله آزاد شدن ولی خب این نشون میده که بغض و کینه اونا به ما نسبت به چیزای علمیه، اونا دانش ما میترسن، اونا هیچ ما نمیترسن. به خاطر همین بعد تا اونجا که میتونیم خودمونو قوی کنیم تو بحثای علمی که انشالله بتونیم چشم دشمن رو انشالله کور کنیم و انشالله بتونیم باعث افتخار کشور بشیم و انشالله کشور رو بتونیم به جاهای خیلی خوب برسونیم که آبرویی باشیم در دنیا و انشالله هستیم و بیشتر انشالله همه با دانشمندایی که داریم فکر میکنم که انشالله بتونیم به زودی کارهای بسیار ارزنده ای برای کشورم انشالله انجام بدیم. دکتر، دولت آمریکا ادعا میکنه که تحریماش فقط دولت ایران رو داره هدف قرار میده. شما اون تجربه‌ای که لمس کردید اینجا به شما ثابت نشد که نه تنها مردم ایران رو در هدف گرفته بلکه دانشمندای ما، دکترهای ما، متخصصین ما و استادای دانشگاه ما هم هدف قرار گرفتن؟ اصلا فقط همینه، من خدمت میگم اصلا فقط مردمم، یعنی دشمنی اونا مردمه، اصلا واقعا دشمن شماره یک ایران و ایرانی هن. وقتی اسم ایرانی میاد مثلا من وقتی که چیز کرده بودن انقدر باید اینا کوچیک و پست باشن که وقتی که من برده بودن که رفتم توی جیل گفتن که این یه تروریستی بوده که اومده تو امریکا بمب گذاری کنه، ما گرفتیمش به خاطر اینکه بقیه زندانیا به من نتونن نزدیک بشن فاصله بگن. بعد از یه مدتی به من گفتن که ببین فلانی تو بهت نمیاد که تروریست باشی یا بمبگذار بشی، آخه اینا چیه میگن؟ گفتم نمیدونم والا اینا چیه میگن. بعد یا مثلا انقدر اینا کوچیک و پستن که میگم بعضی موقع آدم میبینه که واقعا دشمنش. من گفتم خب خیلی از مریضا منتظرن، خیلی کارشون باید انجام بشه، گفتن خب بمیرن مشکلی نیست. این پیداست که مشکلشون با مردم با ایران ایرانیه، اینی که میگن مثلا بعضی سر مطرح میکنه اصلا نیست. و اون چرا ایران و ایرانی رو میگن؟ به خاطر همین پیشرفت علمی، به خاطر این مسیر درست. من به اون پیغامی هم که برای کنگره بیوتکنولوژی دادم گفتم واقعا جایی که میبینی که شیطان داره عصبانی شده و شدت عصبانیت داره این کارهای نابخردانه رو میکنه نشون میده که اون مسیر درسته. هر جایی دیدین که شیطان داره عصبانی میشه و سر و صداش برده بالا بدون مسیر درسته باید ادامه داد و خسته نشد و ان شاءالله که با کمک همدیگه ان شاءالله بتونیم کشور رو انشالله به مراحل خوبی دوتا پرمیتون به دولت رهبری. من واقعا تشکر میکنم، واقعا سپاسگزارم، به خصوص از جناب شهاب ظریف که انصافا من مدیونم. خیلی با توجه میدونم مشکلات کشور داره و سختی هایی که هست و واقعا میدونم قوه مجریه محترم مقام از رهبری و قوه قضاییه درگیر خیلی مسائل مهمتری هستن ولی واقعا سپاسگزارم که به این حقیقت توجه کردن و این کار رو انجام شد و من سپاسگزارم. انشالله بتونم جبران کنم، فقط میتونم بگه که انشالله با فعالیت هایی که انشالله بتونیم انجام بدیم
انشالله بتونیم جبران کنم، انشالله در سر جبران باشیم. خیلی ممنونم، خوش آمدید.